منم خدا سلام، سید مجید خورشیدی زاده هستم و توی این ویدیو میخوایم در مورد پکیج آرگ پارس در پایتون صحبت بکنیم. خب بریم ببینیم که یه برنامه مینویسیم و بعد چالش رو مطرح میکنیم و بعد راه حل این چالش که استفاده از در واقع پکیج آرگ پارس هست رو معرفی میکنیم و بعد میبینیم که چطور میشه با پکیج آرگ پارس کار کرد. خب من میرم سراغ کد نویسی. میخوام یه تابعی رو ایجاد بکنم، یه تابع مین، که داخل تابع مین من یک نیمی رو و یک ایجی رو حالا باید بگیرم از کاربر و بعد پرینت بکنم نیم و ایج رو. خب این فعلا نیم و ایج من باشه و بعد پایین تر هم میگم که در واقع اگر در واقع مین مساوی با یا ببخشید نیم مساوی با مین هست، بیا و تابع مین رو برای من اجرا کن. اینجا هم دو تعریف نوشتیم، بیا برای من تابع مین رو اجرا کن. خب این نیم و ایج باید از بیرون به برنامه داده بشن، ولی خب برای شروع من اینو میذارم مجید و اینو میذارم مثلا ایجش هم میذارم 12 فرض کن. خب اوکی، اینو سیو بکنیم. برنامه من تحت عنوان نام testarg.py ذخیره در واقع ذخیره شده و نامش این هست. خب میرم توی در واقع کامند لاین هم و این برنامه رو میخوام از طریق کامند لاین اجرا بکنم. خب از طریق کامند لاین اجرا بکنم، میگم پایتون فاصله اسم برنامه testarg.py. خب اگر اجرا بکنم ببینید مقدار مجید و 12 برای من چاپ میشه که خب خیلی سورپرایز کننده نیست، به خاطر اینکه اینجا چه اتفاقی میفته وقتی اینو میزنم. این که تابه است فعلا تعریف تابه، تعریفش مشخص میشه ولی اجرا نمیشه. میاد اینجا میگه اگر اون چیزی که صدا زده شده همون تست آرگ هست، در واقع ببخشید در واقع نیم این برنامه مین هست، چون حالا در مورد جزئیات این من توضیح خواهم داد که زمانی که به صورت یک پکیج شما ایمپورت میکنید چه اتفاقاتی میفته و اینا، که ما این رو مینویسیم. ولی خب فعلا فرض کنید که این خط اجرا میشه و تابع مین ران میشه. تابع مین که ران میشه عملا این اتفاق میفته، نیم تعریف میشه، ایش تعریف میشه و پرینت میشه. خب پس مجید و 12 چاپ میشه. اما اگر من بخوام اطلاعات نام و سن رو از طریق همین خط فرمان بدم، اگر بخوام از طریق خط فرمان آرگومانی رو بدم، باید با فاصله بعد از در واقع نام در واقع برنامه بیارم بهش بدم. خب اولین آرگومانی که به صورت در واقع حالا من اگر بیام بگم dash h رو ایجاد بکنم، ببینید help برنامه فعلا هیچی به من نمیده. اگر من بزنم dash c، ببینید فعلا هیچی به من نمیده. هر چی بزنم i j اصلا مهم نیست. یعنی من اگر بزنم اینجا، ببینید اصلا این برنامه آرگومان های من رو پارس نمی کنه. خب که بخواد تحلیلی روش انجام بده و بگه این چیزی که داری میدی چیه. یعنی بعد از testarg.py هر چی بزنم اهمیتی نداره در حال حاضر، که خب این بده دیگه. من میخوام اینها رو پارس بکنم و بررسی بکنم. خب حالا بریم ببینیم چطور میشه این اطلاعاتی که در جلوتر داده میشه بعد از نام تابع رو، ببخشید بعد از نام برنامه رو، چجوری من میتونم بخونم. پکیجی داریم تحت عنوان آرگ پارس. خب اگه من بخوام اطلاعات رو، یعنی در واقع آرگومان های پاس داده شده به برنامه رو از طریق خط فرمان، آرگومان هایی که از طریق خط فرمان پاس داده شدن رو بخونم، باید 3 گام انجام بدم. گام اول یه شیئی از کتابخونه آرگ پارس، یه شیئی داریم به اسم آرگومنت پارسر. این شیء رو باید بسازم. من اسم اینو میذارم پارسر. خب این گام اول. گام اول creating a parser object. خب گام دوم
add argument to parser. آرگومان هایی که قرار پارسر برای من در واقع بشناسه باید بهش اضافه بکنم. چطوری؟ بگم مثلا پارسر دات add argument و اینجا بیام در واقع یه سری آرگومان، یه سری در واقع خود add argument یه سری آرگومان های ورودی داره که باید بهش بگم که چیه. آرگومانی که قرار پارسر بشناسه اسمش چی باشه؟ من میگم اسمش باشه name. خب نوعش چی باشه؟ نوعش باشه string به عنوان مثال، فعلا همین. و یه دونه دیگه هم بذارید من اضافه بکنم، از همین کپی بگیرم یه دونه آرگومان دیگه هم اضافه بکنم، اسمشو میذارم age، تایپشو میذارم int از نوع integer. خب حالا که این مرحله دوم رو انجام دادیم، آرگومان ها رو پارس کردیم، بگیم که در واقع start to parse. حالا باید پارسرمون شروع به کار بکنه، شروع باید به پارس کردن آرگومان ها بکنه. میگیم parser dot parse args. پارسر لطفاً برای من آرگومان ها رو پارس بکن و هر چی که پارس کردی برای من بریز توی args. خب حالا همینجا اگه برم بگم که پرینت کنه args رو، ببینید این دوتا خط رو هم فعلا برداریم، بگم args رو که پارس کرده رو برای من نشون بده، این رو هم بردارم. خب سیف بکنم برنامه رو این بر، برم اینجا و اینجا بنویسم مثلا اولا که بذارید اینجا، حالا که در واقع آر پارس رو اومدیم اضافه کردیم به برنامه و داره اینجا کار میکنه، من بیام بگم که dash h هلپ برنامه رو به من بده. یه آرگومان دیگه، ببینید خود همین فاصله چیزی که جلوش بنویسیم میشه آرگومان های این، بنویسم dash help یا dash dash help. حالا دیگه برای من مثل حالت قبل که هیچ چی ایجاد نمی‌کرد اینجوری نیست، حالا یه هلپ ایجاد می‌کنه. میگه که برنامه‌ای که داری ران می‌کنی یوزیجش، نحوه استفادهش اینطوریه، باید بگی تست arg.py فاصله name فاصله age، اینا رو باید بهش بدی که اینها هم پوزیشنال آرگومنت هستن، name و age پوزیشنال آرگومنت هستن. و یه آرگومان آپشنال هم داری که در واقع همون dash dash help که میتونی بدی میتونی ندی. خب ولی پوزیشنال آرگومنت ها در واقع آرگومان های ضروری هستند خب برای اجرا برنامه. خب پس من میگم که اگه تو اینجوری داری میگی یوزیجش اینجوریه، پس باشه python test args.py فاصله نام و age رو بهش بدم، مثلا مجید و مثلا 25. حالا اگر پرینت بکن در واقع اینتر بکنم، ببینید من چیو پارس کردم، چیو گفتم پرینت کن، گفتم اون چیزی که پارس کردی رو پرینت کن. این برای من اینو چاپ میکنه، میگه یه شیئی برمیگردونه به اسم نیم اسپیس، توش ایج و توش نیم. خب درست شد؟ خب پس این رو من دارم اینجا. حالا اگه برم اینجا بگم که این دوتا خط رو بردارم، بگم که به جای مجید اینجا بگو args dot name، چون توش یه چیزی بس به اسم name دیگه، ببینید اینجا name رو دارم age رو هم دارم. و اینجا هم بگم args dot age و بعد بیا این رو print کن برای من. و اگر بخوایم اینجا هم حالا format بکنیم، میتونم بگم hello name مثلا your age is تو خود age و یه همچین چیز. این اگر اجرا بکنم، ببینید بیم اینجا دوباره همون به همون رو اجرا بکنیم با همون دوتا آرگومان مجید و 25، اینتر بکنم hello مجید your age is 25. خب همونطور که میبینید من تونستم آرگومان های ورودی رو اینجا از خط فرمان بگیرم و اینجا بدم. خب
ضمناً دیدید که به محض اینکه شما آرک پارس رو ایجاد میکنید و در واقع این پارسر شما ایجاد میشه، میتونید اینجا از در واقع داش اچ استفاده بکنید و یه راهنمایی رو برای برنامه، یه هلپی رو برای برنامه ایجاد بکنید. که خب اگر اینجا ببینید، میبینید که برای نیم و ایج که پوزیشنال هستن و ما اینجا ایجاد کردیم، هیچ چیزی توضیحی نداده، فقط گفته پوزیشنال آرگومنت نیم و ایج. فرض کنید این برنامه رو به این سادگی نباشه، مثلا متغیرهای دیگه ای رو بگیره، خب یه فرمول ریاضی فرض کنید و قرار یه محاسبه رو انجام بده. خب شما باید این متغیرها رو اینجا تعریف بکنید دیگه، مثلا یه توی هلپ دیگه اینجا باید یه چیزی بنویسه. خب بنابراین من توی همین add argument اینجا برای من یه آرگومان دارم تحت اون آرگومان هلپ که میتونم اینجا توضیح بدم name of user. خب و توی مثلا age هم یه هلپ اضافه بکنم، بگم که age of user. خب اینو اگر سیو بکنم، مجدد بیام برم اینجا هلپ رو ببینم، ببینید چه اتفاقی میافته. اینجا حالا دیگه برای من جلوی نیم و ایج که خالی بود، حالا نوشت نیم، نیم آف یوزر، ایج، ایج آف یوزر. پس این هلپ رو من توی اد آرگومنت زمانی که آرگومان ایجاد کردم، هم بهش نام دادم، هم بهش نوع دادم و هم بهش یه دونه هلپ دادم. درست شد؟ خب ضمن این که تو خود آرک پارس من اگر اینجا برم در واقع دسکریپشن ایجاد بکنم برای پارسرم، یه دسکریپشن ایجاد بکنم، مثلا This is a sample program. خب مثلا داش این get name and age and say welcome to user. من یه همچین چیز رو، یه توضیح رو اینجا بنویسم و اینو سیف بکنم. حالا بریم اینجا و دوباره age رو ببینم. ببینید گفته که this is a sample program, get name and age and say welcome to user. دقیقا همون کاری که در واقع داره اینجا، چیزی که توضیحی که اینجا نوشتیم برای برنامه من داره می‌نویسه، یه توضیحی در مورد برنامه. پس بنابراین من میتونم بر اینا، این چیزهایی که الان گفتیم، دسکریپشنی که اینجا گفتیم و هلپی که اینجا گفتیم، صرفا برای کامل کردن این هلپمونه در کامند لاین در اینجا. خب فعلا برای جلسه اول کافیه، ادامهش رو در جلسه بعدی خواهم گفت. خب مجدداً خواهش میکنم که اگر دارید ویدیو رو نگاه میکنید، حتما چنل یوتیوب من رو هم سابسکرایب بکنید. اسم من رو اگر تو یوتیوب سرچ بکنید میاد، ویدیوهای مختلفی رو گذاشتم و سعی میکنم که ویدیو حالا مدام ویدیو جدید رو هم بذارم تو حوزه ماشین لرنینگ، ایمیج پروسسینگ، خود بیس پایتون. و اگر سابسکرایب بکنید، مزیتش برای شما این هست که ویدیو جدیدی که منتشر میشه مطلع خواهید شد. خب امیدوارم که از این در واقع ویدیو استفاده کرده باشید. فعلا خدا نگهدار.